ما بودن. من فیسبوک رو قطع میکنم با اینکه تعدادی بیننده اونجا داریم، ولی چون میدونم عده ممکنه اینجا بخوان سوال کنن که نخوان در فیسبوک باشن، اون رو قطع کردم. دوستان عزیزی که در اتاق هستند، اگر مایلید یکی دو نفر دست بلند کردن و دستشون رو آوردن پایین، اگر مایلید سوال کنید، اگر بحثی دارید حتما اطلاع بدید. ما میکروفون و وبکم شما رو باز میکنیم. در غیاب اون من شاید خودم یک شروعی بکنم با یه سوال، اجازه بدید. اجازه بدید اتاق درست کنم. اوکی. هر کدوم از دوستان که دست بلند کنن ما میتونیم صداشون رو و ویدیوشون رو پخش کنیم. اگه نمیخواید ویدیوتون پخش بشه حتما ویدیو رو باز نکنید، ما میذاریم خود شما تصمیم بگیرید. من یک سوالی داشتم و در حقیقت میخواستم یک جنبه از این بحث رو باز بکنم. ما با در برابر وقایع سال گذشته در ایران با دو بحث روبرو بودیم. جالب اینه که از دو انتهای به اصطلاح چپ در مفهوم خیلی باز و کلیش این دو بحث مطرح شد. از یک طرف در میان کسانی که دیده شاید ماویستی دارند از انقلاب و انقلاب دموکراتیک رو در حد سیاسی که تعریف کردید ارزیابی می کنند، ایده صحبت از این می کردند که خب رشد نیروهای مولده در ایران ضعیف بوده و در نتیجه حد اکثر خواستی که میشه داشت نوعی انقلاب سیاسی. من خودم یه جلسه بودم، فکر میکنم تراب عزیز هم بعد از من در همون بحث بود، چون نیروهای مولده ضعیفن، چون طبقه کارگر ضعیفه، ما باید خواهان یک انقلاب سیاسی باشیم. که تداوم این بحث این بود که عملا باید با بخشهایی از بورژوازی سرمایه‌داری ائتلاف کرد، چون چاره ای نیست، بخواد اینا میان به قدرت میرسن، نیروهای مولده رشد میکنن، بعد خواستهای سوسیالیستی مطرح میشه. جالب اینه که این بحث محدود نیست به این دیدگاه ویژه به نظر من عقب از اوضاع جهانی. ما با همین بینش در جریان‌های روبرو هستیم که من به اونا میگم مدافعان خجول، مدافعان خجول سرمایه‌داری، مدافعان خجول ناتو، و اینا کسایی هستند که ممکنه حتی از دید نیمه تروتسکیستی ولی نه کاملا تروتسکیستی مطرح می کنند که در حقیقت این در میان چپ جهانی بیشتر وجود داره و در بریتانیا نمایندگیش با Alliance for Workers Liberty، ولی مشابه اون رو در ایران هم داریم. به این سطح بحث رو مطرح می کنند که در حقیقت درسته که نظام جهانی سرمایه داریه، ولی طبقه کارگر ایران تشکل پیدا نکرده، سندیکاهایی که پیش آمده بسیار ضعیفن، خواستهای اقتصادی دارن، خواستهای سیاسی طبقاتی ندارن، و به این دلیل میشه حتی از به اصطلاح ورود ایالات متحده یا کشورهای غربی برای دخالت در ایران دفاع کرد، چون اون موقع اینها زمینه ساز به اصطلاح این رشد طبقاتی هست. حالا بگذاریم از این که تجربه بشر در 20 سال گذشته در رابطه با دخالت ایالات متحده یا غرب در هیچ کشوری و مشخصا در کشورهای منطقه ما چنین
جهتی رو نشون نمیده. ولی میخواستم این دو بحث رو و ارتباطشون رو که میگم یکیش از یه جناح از راسته و یکیش از به اصطلاح چپ ولی راست زدن هست و یکی دیگرش از چپیست که خودش رو شاید تروتسکیست میدونه ولی عملا اونچنان بعد از جنگ عراق مدافع و لشکرکشی ایالات متحده به عراق اونچنان مدافع دخالت نظامی شده که نمیتونه جدا کنه این بحثا رو. یه سوال هم در متن هست. دوست عزیزی با اسم نسیم سوال کردند آیا ممکن است کمی بیشتر مفهوم تکالیف انقلاب را بشکافید؟ منظور از تکالیف دقیقا چیست؟ من فعلا دستی رو بالا نمیبینم. دوستان عزیز دقت کنید هر کدومتون بخواید میتونید الان وارد سوال و بحث بشید. تراب عزیز من مرسی یاسمن عزیز. انقلاب سیاسی بله درسته خیلی ها این حرفا رو میزنن ولی دو نکته رو فراموش میکنن. اولا این که پرولتار یا الان ضعیفه ربطی به مسئله این که انقلاب استراتژی ما چیه نداره. مگه پرولتاریا توی انگلیس الان آماده انقلاب سوسیالیستیه؟ نیست. در پرولتاریا میتونه ضعیف باشه از لحاظ سازماندهی، از لحاظ آگاهی، از خیلی لحاظهای دیگه، از لحاظ آمادگی برای انقلاب سوسیالیستی، ولی اینکه استراتژی ما رو تغییر نمیده. چون استراتژی ما که از کله ما بیرون نمیاد، استراتژی باید بر اساس تحلیل از شرایط مشخص بیرون بیاد دیگه. گفتم تضادها و تناقضاتی که در ساختار این جامعه وجود داره و شکلی که طبقات و دولت داره برخورد میکنه به این به اصطلاح تناقضات، از این باید ما استخراج کنیم. استراتژی انقلابی این نیست که چی خوبه، چی ممکنه، چی به اصطلاح الان مناسب ما انجام بدیم. این میشه فرصت طلبی و دنبال شرایط دویدن. ما باید استراتژی خودمون رو داشته باشیم، بر اساس اون استراتژی تو این هر شرایطی مداخله کنیم، نه بالعکس. بر اساس مثلا شرایط فعلی استراتژی خودمون رو تعدیل بدیم که منطبق بشیم با جمع. این که دیگه احتیاجی به استراتژی نداره، میتونیم همیشه دنبال روی حوادث باشیم. دو، این یکی. بنابراین استراتژی ما با آمادگی یا عدم آمادگی پرولتاریا تغییر نمیکنه. اون یه پدیده دیگه است. پرولتاریا باید آماده شود در طول یک سری مبارزات. اون یه بحث دیگه است. برای اینکه بتونه این استراتژی تحقق پیدا کنه. ولی خود استراتژی بستگی به درجه تشکل یا ضعف یا آگاهی یا به اصطلاح اشکالات طبقه کارگر به اون معنا نداره. دو، این که نکته دیگه که این دوستان فراموش میکنن اینه که ما که میگیم انقلاب سیاسی باشه یعنی چی؟ یعنی انقلاب فعلا رهبریش دست بورژوازی باشه دیگه. یعنی این انقلاب همراه نیست با خلع ید از سرمایه داری. یعنی ما میتونیم یه انقلابی بکنیم که خلع ید از سرمایه داری نکنیم ولی مسائل دموکراتیک رو حل کنیم. خب این یه فرض محاله دیگه، به این معنا که تصور میکنه در دل این بورژوازی یه لایه‌هایی هستن که میتونن همچین چیزی رو تحقق بدن. ولی این لایه‌های بورژوایی بعد از این دوستان پرسید کجان؟ بورژوازی ایران، طبقه حاکم ایران یه انبوه ارتجاییه، یه لایه مترقی درونش وجود نداره. کجاست این لایه مترقی بورژوازی ایران؟ چی گفته؟ برنامه‌اش چیه؟ خواستار چیه؟ شما همین رضا پهلوی رو ببینید، این که این تو میگو من اصلا شاه هم نمیخوام بشم، مردم انتخاب کنن، مردم رأی بدن، در عرض 3 هفته شد فاشیست و من بلیت‌ها رو سرکوب میکنم، نم سپاه پاسداران رو دوباره بیارم سر کار. یعنی کاملا اون
تصویر به اصطلاح دموکراتیکی که داشت ارائه میداد و خودش زد نابود کرد. چرا؟ چون آخه نیست یک لایه از بورژوازی. کدوم بورژوازی؟ آیا ما بورژوازی میشناسیم چه حالا خارج چه داخل که دموکراتیک، خواهان انقلاب دموکراتیک؟ نه، همونطوری که به اصطلاح خمینیش قبل از انقلاب گفت همه آزادن، کمونیستا آزادن، من آب و برق و مجانی میکنم، اولین تظاهراتی که بیکارا در تهران کردن با همین اوباش حزب اللهیش اومدن سرکوب کردن. یعنی بورژوازی چاره ای نخواهد داشت در قدم اول بعد از انقلاب جز سرکوب توده های پایینی. بنابراین انقلاب سیاسی رویاست، یعنی صرفا یه بهانه ایست برای اینکه ما بگیم رژیم چنج از بالا رو اسمشو میذاریم انقلاب. یعنی یه توطئه میشه، رژیم دچار بحران میشه، یه بخش از خود به صدا سپاه، یه بخش از خود سازمان امنیت فعلی، یه بخش از خود آخونده حتی میان این طرف که بله ما مخواهان رفرم سیاسی هستیم. یعنی میپیوندن به یه رژیم چنج از خارج، رژیم امپریالیسم هم میاد یه آدم رو علم میکنه، یه دولتی از اون بالا تشکیل میدن. این تنها نتیجهش میتونه باشه. یعنی مسئله سر اینه که بله اگه انقلاب سیاسی میشد کرد منم موافقشم، چرا که نکنیم. اگه ساده الان میشه یه انقلاب سیاسی کرد خب هممون یه نفس راحت میکشیم. ولی بدبختی در اینجاست که همچی چیزی غیر ممکنه، هم که تا حالا نشون داده شده. خب این بورژوازی اگر انقلابی بود تا حالا کرده بود دیگه. این بورژوازی پس کجاست؟ یه بخشیش که کاملا دریوزگی خودشو در مقابل آخوندها نشون داد، یه بخشیش هم که دریوزگیشو در مقابل امپریالیسم نشون داد. کدوم بخشش هست که قرار بیاد این انقلاب رو رهبری کنه؟ یعنی نداریم یه بورژوازی به اصطلاح دموکراتیه، به اصطلاح انقلابی، به اصطلاح حاضر به رفرم. حرف در حرف زیاد از این حرفا میزنن، ولی واقعیت اینه که خواستای دموکراتیک ما گره خورده با خواستای ضد سرمایه داری. دلیل مسئله ملی در ایران این نیستش که انقلاب سیاسی بورژوازی نکرده، دلیلش اینه که دقیقا دولت رضاشاه تشکیل شد. دولت رضاشاه بدون سرکوب ملیت ها نمیتونست اصلا دووم بیاره. یعنی مسئله سرکوب ملیت ها رو شما از ماهیت دولت طبقاتی موجود در ایران نمیتونی جدا کنی. یعنی تکالیف دموکراتیک ما گره خوردن با تکالیف زن. تا از سرمایه‌داری خلعیت نکنی حتی این تکالیف دموکراتیک هم نمیتونی حل کنی. یعنی میان سرکوبش میکنن. همینجوری که تو انقلاب 57 دیدیم دیگه، خمینی مگه این همه پشتیبانی توده‌ای نداشت؟ چرا دو هفته بعد از انقلاب شروع کرد سرکوب؟ به خاطری که نمیتونن هیچکدوم این تکالیف دموکراتیک رو حل کنن. تیشه به ریشه خودشون زده. دولت طبقه حاکم تیشه به ریشه خودش میزنه اگر بخواد تکالیف دموکراتیک رو حل کنه. به همین خاطر تکالیف به هم گره خوردن. نمیتونین شما این تکالیف رو جدا کنید. بگی مرحله ما تکالیف دموکراتیک رو انجام میدیم، مرحله بعد تکالیف به اصطلاح ضد سرمایه‌داری رو انجام میدیم. این همون به اصطلاح استراتژی بوده که مسبب هزاران شکست در انقلابات دنیا بوده از انقلاب روسیه تا حالا. دو، در رابطه با تکالیف انقلاب فکر کنم یه اشاره کوچیکی کردم. ببینید مثلا در جامعه فئودالی تکالیف انقلاب چیه؟ یعنی جامعه سرمایه‌داری به خاطری که بتونه رشد کنه با چه مشکلاتی مواجهه در جامعه فئودالی؟ از دل اینا تکالیف بیرون میاد. موقعی که میگیم روابط تولیدی با مناسبات با نیروهای مولده در تناقض قرار میگیرن، منظور یعنی چی؟ یعنی یه کارهایی باید بشه، یه اقداماتی باید انجام بگیره که نمیگیره، یه نشده و اینها باعث میشه که بسیار این تناقضات بیرون بزنن. مثلا یعنی چی؟ شما اگر میخوای رشد کالایی رو تسهیل کنی، یعنی مناسبات سرمایه‌داری رو تسهیل کنی، این تعرفه های فئودالی چیه؟ اون موقع شما تاجره مثلا میخواد از لندن جنس ببره اسکاتلند، بعد به 10 تا از این اشراف وسط راه مالیات بده. این منطقه دست فلان لرده، اون منطقه دست بهمان لرده، بعد مالیات به هر کدوم از اینا بدی تا برسی به اسکاتلند.
یعنی خود اینا رو بعد وردارید دیگه، امتیازات فئودالی رو بعد ازش بگیری، بعد چجوری میخواید مناسبات کالایی رو رشد بدید؟ بنابراین ایجاد، فرض کنین، یه بازار واحد ملی یکی از تکالیف انقلابای دموکراتیک، انقلابات بورژوا دموکراتیکه، یا ایجاد یه دولت واحد ملی. دولت ملت ها در این دوره است که شکل میگیرن دیگه، چون دولت بورژوا خیلی تفاوت داره با دولت های ما قبل بورژوا. دولت فئودالی، دولت فئودالی همون فئودالا قدرتن، بالا تو قدرتن. دولت بورژوایی اینطوری نمیتونه بشه، همون بورژواها تو قدرت نیستن، بعد یه سری تکنوکرات و سیاستمدار، یعنی خود بگن که ما اصلا نیستیم، ما اصلا در جامعه مدنی فقط مداخله میکنیم، جامعه سیاسی کاملا دموکراتیک و مطابق قانون و ربطی به طبقات و منافع طبقاتی نداره. به همین خاطر این دولت مدرن یکی از خواستای به اصطلاح انقلاب دموکراتیکه. بازار یا زبون واحد، شما دولت واحد ملی، بازار واحد ملی که نمیتونین ایجاد کنین تا زبون واحد ملی نباشه. مبارزه برای ایجاد زبان واحد ملی در واقع باز خودش یکی از تکالیف انقلابات دموکراتیک بود. و ما میبینیم تو اون کشورهایی که در حین انقلاب دموکراتیک، یا یه نکته دیگه بگم بعد میرم وارد این بحث، یکی دیگه مهمتر از همشون در واقع جنبش دهقانیه، تکالیف ارضی. جامعه فئودالی یکی از مشکلات اساسیش اینه، تکالیف ارضی. البته همه جای نه هم نیست، به خصوص اون جایی که سرواژ هنوز از بین نرفته. یه جایی مثلا فرض کنیم مثل انگلیس، سرواژ از قرن 11 12 از بین رفته، دهقانان آزاد وجود دارن. شاید یکی از دلایلی که در انگلستان سرمایه‌داری میتونه سریعتر رشد کنه دقیقا همین باشه. ولی یه جای دیگه نه، دهقانا در مثلا روسیه رو شما نگاه کنید، تقریبا اکثریت در روسیه هم یه سری از دهقانا آزاد شدن، ولی اکثریت عظیم دهقانا هنوز وابسته به زمینن. بنابراین انقلاب ارضی یکی از تکالیف به اصطلاح این انقلابه. خلاصه میخوام بگم تکالیف از دل به اصطلاح شرایطی که این تناقض رو بیان میکنه میان بیرون دیگه، تناقض بین این وجه تولید و خواستای توده و خواستایی که مطرح برای پیشرفت این جامعه. و اینو باید کنکرت بررسی کرد. در انقلابات دموکراتیک اینو هم بگم، به خاطر این که انقلابات دموکراتیک خیلی با انقلابات بعدی سوسیالیستی فرق دارن، به این معنا که انقلاباتی هستن که عمدتاً اصولاً سیاسی هن. یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌داری در چارچوب مناسبات تولیدی فئودالی نقدن رشد کرده. در اون جوامعی که ما داریم صحبت می‌کنیم، قرن 16 و 17 و 18 در اروپا، شما هم فئودالیسم داری هم سرمایه‌داری. سرمایه‌داری نقدن رشد کرده در دل این جوامع، با اینکه قدرت دست سرمایه‌داری نیست، قدرت دست بورژوازی نیست، قدرت دست فئودالاست، ولی طبقه بورژوا نقدن یه طبقه نیرومند قویه و به اصطلاح اقتصاد سرمایه‌داری هم رشد کرده در درونش. بنابراین شما موقعی که انقلاب میکنی، انقلابت عمدتا سیاسیه. به چه معنا؟ به این معنا که امتیازات فئودالی رو بگیری، فئودالا رو از قدرت بندازی بیرون، قدرت دولتی رو دموکراتیک تر بکنی که بورژوازی هم یعنی بتونه تو شرکت کنه، و به اصطلاح بعد راهتو ادامه بدی. یعنی بعد از انقلاب بورژوا دموکراتیک، جامعه بسیار همون جامعه قبلیه، آنچنان تغییر، دستگاه دولتی رو تو نباید نابود کنی، یک کارهای عجیب و غریب جدیدی نباید بکنی، همون راه سابق رو ادامه میدی، متو در راه سابق یعنی اجازه میدی به رشد مناسبات تولیدی سرمایه داری. و به همین معنا جنبه اجتماعی انقلابای بورژوا دموکراتیک خیلی ضعیف‌تره. درسته که در انقلابات سوسیالیست نه، مسئله عکس اینه. در انقلابات سوسیالیست شما این پدیده رو نداری که در دل جامعه سوسیالیستی مثلا فلان شهرک سوسیالیست شده، یا فلان منطقه سوسیالیست شده، یا این 6 تا کارخونه مثلا سوسیالیست شدن. نداری. وجه تولید سوسیالیستی نمیتونه خورد خورد شکل بگیره، چون وجه تولید سوسیالیستی بر اساس
رفع این تناقض دیگه، تناقض بین تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی. تولید باید بر رفع نیازهای اجتماعی باشه، در صورت از سرمایه‌داری برای انباشت سرمایه است، برای سود تو جیب بورژوا ریختن این تولید اجتماعی. خب این تناقض شما بخواین به اصطلاح حل کنین، یعنی باید کل نیروهای مولد این جامعه رو بگیری دستت، اجتماعی کنی، از دست بورژوازی دراری و برنامه ریزی کنی دیگه. یعنی به جای اقتصادی که انگیزه رشدش سوده، این اقتصادی است که انگیزه رشدش برنامه ریزیه برای رفع نیازهای اجتماعی. این خیلی به اصطلاح متفاوت با انقلاب دموکراتیک. یعنی انقلاب سوسیالیستی در واقع با یه انقلاب کارگری شروع میشه، با خلع ید از بورژوازی شروع میشه، ولی حل تکالیف سوسیالیستی تازه بعد از انقلاب میتونه انجام بشه. تازه انتقال به سوسیالیسم بعد از انقلاب میتونه آغاز بشه. یعنی انقلاب سوسیالیستی اون انقلاب پرولتری اولی نیست. انقلاب پرولتری اولی اگه نره به طرف این انقلاب، خب انتقال خب شکست خواهد خورد. یعنی میتونه انقلاب پرولتری شروع بشه ولی به هیچ جا هم نکشه، به خاطر که پا وارد این انتقال نمیکنه. به همین خاطر تکالیفش خیلی روشن‌ترند، فرق داره با تکالیف نوع بورژوایی، با تکالیف انقلابات دموکراتیک. مارکس میگه تو انقلابات دموکراتیک شما نباید تکیه کنی روی این که این انقلابیون چی میگن، بلکه باید ببینی پشتش چه منافعی خوابیده. در انقلاب سوسیالیستی اینطوری، مثلا بورژوازی میاد میگه مثلا بله کلیسا فلان کرده است، کلیسا بهمان کرده است، ولی واقعا هدفش اینه که امتیازات فئودالی رو برداره. نمیتونه، هدفش اینه که به اصطلاح مالیات کمتر بده به دولت فئودالی. هدفش اینا رو که نمیاد بگه، میاد این تکالیف رو توی ایدئولوژی خاص طبقاتی خودش به اصطلاح بیان میکنه، به خاطر منافع ویژه خودش رو مخفی کنه. یعنی به خودش هم دروغ میگه. در انقلابات دموکراتیک ما این پدیده رو زیاد میبینیم. به اصطلاح کارگردانای صحنه انقلاب یه حرفایی میزنن که پشتش تازه منافعشون خوابیده. این رو باید با تحلیل تو بتونی بیای بررسی کنی. مارکس دائم این رو نشون داده توی جای تو، به خصوص تو انقلاب آلمان میبینیم چجوری دقیق مثلا فلان سیاستمدار بورژوا فلان حرف رو زده، این نمیاد به اون حرف بچسبه، میاد به این میچسبه که پشت این حرف چیه، به خاطر چه منافعی این داره این حرف رو میزنه. ولی در انقلابات سوسیالیستی اینطوری نیست، به خاطری که از اول تو این جامعه رو باید از صفر شروع کنی به ساختن، باید تازه بعد از خلع ید از سرمایه‌داری شروع کنی این جامعه رو ساختن. بنابراین باید خیلی آگاه باشی به اینکه چی میخوای، چی کار میخوای بکنی. یعنی تکالیف انقلاب خیلی آگاهانه تر مطرح میشن. پرولتاریا منافع خاصی نداره که بخواد حالا مخفی کنی منافع خاص رو، بیاد یه حرفایی بزنی که پشتش منافع خاص خودش رو مخفی کنه. نه، منافعش در اینه که تولید اجتماعی کنه دیگه، منافع خاص خود طبقاتی نداره، در واقع میخواد خودش رو هم با عنوان طبقه از بین ببره. بنابراین منافع اجتماعی رو داره بیان میکنه، بنابراین باید آگاهی بالاتری در این بیان این تکالیف وجود داشته باشه. ولی چجوری میخوای انتقال انجام بدی؟ انتقال به سوسیالیسم یه انتقال برنامه ریزی شده و آگاهانه تر تا انتقال از فئودالیسم به سرمایه داری. به همین خاطر تکالیف خیلی روشن‌ترن و به صلاح مارکس و انگلز هم اینو به سادگی بیان کردن. ببینید مبارزه طبقاتی پرولتاری دور چیه؟ دور افزایش حقوق، دور بهبود شرایط کار، دور کاهش ساعات کار دیگه. اینا سه تا محور مبارزه طبقاتی است در جامعه سرمایه داری. خب اینها باید در خود این مبارزه در طول این نبرد طبقاتی به اینجا برسن که نتیجهشون این بشه که ما باید بجنگیم برای کنترل کارگری بر تولید و توزیع. یعنی استقرار کنترل کارگری بر تولید و توزیع در واقع شعار محوری انقلاب سوسیالیستی دیگه. یعنی اونجایی که میرسیم به این که انقلاب بحران انقلابی شده، پرولتاریا تو صحنه اومده،
رهبری پرولتری در واقع آگاهانه داره این انقلاب رو به جلو میبره، اینه اون به اصطلاح تکلیفی که بهش خواهد رسید. برای اینکه ما بتونیم این مشکلات رو حل کنیم باید از بورژوازی خلعیت بشه و کنترل تولید و توزیع بیفته دست پرولتاری. این خواست اصلیه به اصطلاح انقلاب دموکراتیک، انقلاب سوسیالیستیه. اینه که منجر میشه به استقرار دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا. یعنی پرولتاریا میاد قدرت سیاسی رو میگیره، این قدرت سیاسی همونجوری که تو مانیفست مارکس میگه در واقع پیروزیست در نبرد برای دموکراسی. یعنی پیروزیست در این نبردی که به جامعه امکان رو میده که سرنوشت خودش رو در دست خودش بگیره، نه یه طبقه حاکمون بالا براش همه چی رو تعیین کنن. به اصطلاح اجرا کنندگان همون تصمیم گیرندگان باشند. این دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا حالا شروع میکنه این مناسبات سرمایه‌داری که پس از دیگری دستخوش تغییر قرار دادن، آپاراتوس دولتی رو از بین بردن، مناسبات سرمایه‌داری که پس از دیگری نابود کردن. یه پروسه تدریجی است. این پروسه تدریجی آگاهانه باید صورت بگیره، درجه چون برنامه ریزی باید بشه، چون باید این جامعه جدید رو تا از صفر بسازی. به همین خاطر به اصطلاح یه مقدار اون پدیده‌ای که در رابطه با انقلابات بورژوا دموکراتیک میگفتیم اینجا صدق نمیکنه. گردانندگان صحنه چیزی رو از ما نباید مخفی کنن، باید این واقعیت رو بیان کنن، باید آگاهانه این واقعیت رو بیان کنن، نه اینکه بخواد منافع خاصی رو پشتش پنهان کنن. از این زاویه است که به نظر من تو خود دل مبارزات کارگری سر همون سه تا مسئله که گفتم، کاهش ساعات کار، افزایش حقوق، بهبود شرایط کار، شما در واقع این تناقض رو میبینید که عاقبت راه حل اینها، راه حل دراز مدت همه اینا خلعیت از سرمایه داری. پرولتار میتونه در طول این مبارزه به این آگاهی برسه به خاطر اینکه این مبارزه میطلبه. اونجا که برسه خب این مبارزه انقلابی برای انقلاب سوسیالیستی رو آغاز میکنه دیگه. شما موقعی که به اینجا برسی که بعد کنترل کارگری بر تولید و توزیع مستقر بشه، انقلابی هم میشی دیگه. اینجا در صورتی که تو انقلابات بورژوا دموکراتیک اینطوری نیست، خیلی خیلی باید به اصطلاح ویژه تر بررسی بشه. شما به تحلیل‌های مارکس از انقلاب فرانسه و انقلاب آلمان نگاه کنید، دقیقا میبینید که چجوری اتفاقا اونجا دائم باید خودت این تکالیف رو استخراج کنی از شرایط. یعنی ببین این چی میگه، اون چی میگه، جامعه چه خبره، تازه بفهمی آها اینا دارن برای این خواست در واقع میجنگن ولی نمیگن، اینو به این صورت دارن میگن. در دل جامعه بورژوایی، در دل جامعه فئودالی، خب مرگ گفتیم عمدتاً انقلاب سیاسی دیگه، یعنی میخواد قدرت سیاسی رو از فودالا و اشرافیت و کلیسا بگیره، یه دولت مدرن بسازه، دولتی که متکی نباشه و صرفا افراد طبقه های خود طبقه حاکم نهد اونجا دولت تشکیل بده، بلکه یه سری سیاستمدار بیان این دولت رو تشکیل بده. یعنی دولت باید قانون داشته باشه، دولت باید متکی به قانون باشه، نه متکی به کی زورشو داره که به سلام میتونه اونجا خودشو حق نکنه به جامعه. برابر انقلابات بورژوا دموکراتیک، اگه انقلاب سوسیالیستی تکلیف اصلیش هست کنترل کارگری بر تولید و توزیع، انقلاب دموکراتیک تکلیف اصلیش هست قانون اساسی جدید، مجلس مؤسسان. اون انقلابات بورژوا دموکراتیکی که واقعا انقلابی بودن، عاقبت این شد گل سرسبد همه خواستار شد، چون خود مجلس مؤسسان که به واسطش مردم بتونن این شکل این دولت جدید رو تعیین کنن، خب انقلابی ترین عرصه مبارزه علیه فئودالیسم دیگه. اگه منم بخوام اینجا جمع‌بندی کنم، اونجایی هم که ما میگیم یه جامعه‌ای تکالیف مرکب داره، در واقع داریم همین حرف رو میزنیم. یعنی نه هنوز حاکمیت مردم در این جامعه مستقر شده، به قول مارکس ما میخواییم دولت مدرن رو بسازیم، در شرایطی که دولت مدرن همه تناقضاش رو نشون داده، در ضمن اون آزادی هایی هم که اون اولش این دولت مدرن آورد تازه ما اونا رو هم نداریم. بنابراین در دل
جوامعی که انقلاب دموکراتیک هنوز انجام نشده، هنوز حاکمیت مردم مستقر نشده دیگه. واضح بنابراین این ذهنیت توده ها خیلی متمرکزتر دور این خواسته تا هر خواسته دیگه، چون تاریخیه، خاص عقب افتاده تاریخیه. توده های وسیع‌تری آگاهن به ضرورت این خواست، ضرورت به استقرار حاکمیت مردم. اینم به نظر من در مرکزش مجلس مؤسسان، جایی که توده ها بتونن بیان و این شکل حکومت خودشون رو خودشون تعیین کنن. این به نظر من اون یکی تکلیفی است که گل سرسبه تمام تکالیف دموکراتیکه. برای اگه بخوام بگم در یه جمله تکلیف مرکب انقلاب ایران چیه، یعنی از یه طرف تشکیل مجلس مؤسسان، از یه طرف اعمال کنترل کارگری بر تولید و توزیع. این دوتا رو با هم ترکیب بخوای بکنی، خب چجوری میشه ترکیب کرد این دوتا رو با هم؟ به شرطی که رهبری در واقع به طرف انقلاب سوسیالیستی باشه، به شرطی که در واقع استراتژی انقلاب سوسیالیستی باشه. در چه اون مجلس مؤسسان در واقع هم یه پاسخی میشه به اون تکلیف حل نشده تاریخی، هم یه پلی برای رفتن به سمت دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی یه حلقه انتقال در واقع بین تکالیف دموکراتیک و تکالیف سوسیالیستی. نمیدونم حالا این جواب سوال شما بود یا نه، گفتم شاید این چیزای اضافه کمکی بکنه. اگه بیشتر نکته‌ای خواستین بگید، میرم دوباره واردش میشم. خیلی ممنون. چند سوال داریم و کامبیز سخایی عزیز، شما دستت بلنده، اگر میک تو باز کنیم، ما باز کردیم، میتونید سوال بحث خودتون رو مطرح کنید، بعد من چند تا سوال رو توی متن هست که اونا رو میخونم. بفرما کامبیز سخایی. اگر فکر میکنید سوالا خیلی ارجنت تره، میخوان اول سوالا رو بچه ها بگن، من یه بحث کوچیکی دارم در این. نه حتما شما بفرمایید. شما خیلی ممنون. من نکته ای که به نظرم خوبه روش تکیه کنیم اینه که وقتی ما میگیم یه سری تکالیف دموکراتیک، خود این قضیه توش یه پیچیدگی خاصی داره که وقتی ما این مسئله رو مطرح میکنیم، یعنی اونایی که رادیکالن تو این قضیه، یعنی کارگرا، زنای واقعا فمینیست، روشن فکرا، هر کسی که میخواد تیشه به ریشه این مناسبات بزنه، وقتی میگه تکالیف دموکراتیکی که بورژوازی، نه فقط بورژوازی ما، بورژوازی جهانی هم هیچ وقت از اختش بر نیومده و نخواهد اومد، فرق میکنه با اون چیزی که خود بورژوایه میگه و اسمشو میذاره دموکراتیک، که بیسیکلی لیبرالیه، که لیبرالی درست حسابی هم نیست. حالا چرا اینو میگم؟ یعنی ببینید، وقتی که بورژوازی داره با فئودالیسم یا با مناسبات قبل از سرمایه‌داری مبارزه میکنه، میگه آقا اینا امتیازات رو ما باید ملغا کنیم، به جاش حکومت قانون رو بذاریم. وقتی که این حرف رو میزنه چی داره میگه؟ داره میگه که ما باید بگیم که آقا جون اگر فقط مثلا یه فئودال میتونه فلان لباس رو بپوشه یا فلان غذا رو بخوره یا فلان جا زندگی بکنه، اینا امتیازات فئودالا بودن دیگه، امتیازاتی بودن که برای اخشار و طبقات دیگه وجود نداشتن، یه امتیازاتی اونا داشتن، یه نوع کاری رو باید اونا میکردن، حالا یا اگر تو هند بوده کاستی بوده، اگر توی مثلا اروپا بوده فئودالا در مقابل دهقانا، در مقابل تجار فلان. میگه به جای این حکومت قانون رو بذاریم، قانون مبتنی بر برابریه، ولی چه برابری؟ برابری انتزاعیه، یعنی فقط شما اهلیت حقوقی براتون قائل میشن. این نیست که شما هم آدمی مثل آدمای دیگه میتونی خودتو تحقق بدی، هیچکی نمیتونه خودشو تحقق بدی. مسئله اینه که از خود بیگانگی رو بذارن جای
زور عیان و قلدر معابانه و بدون هیچ گونه پرده پوشی. حالا این چه جوری نشون میده خودشو؟ یعنی میگن که آقا جون کارگر کارخونه مثل دهقان نیست که به زمین وابسته است و اگه رفت بیرون میگیریم چشم در میاریم، یا مثل بردهی که دستشم قطع میکنیم. کارگر کارخونه آزاده، ولی آزاده که چی کار بکنه؟ آزاده که نیروی کارشو، یعنی توان تحقق انسانیتشو، این پاسیبیلیتی و این پتانسیل انسان بودنشو به یکی دیگه بفروشه. خیلی چیز وحشتناکیه. یعنی من آزادم که خودمو برده کنم برای ساعت معینی، البته بقیهش نه، ولی در اون ساعتی که من بردم فقط این نیست که به صورت فرمال من مالک وسایل تولیدم نیستم، من مالک خودم هم نیستم. یعنی من در جریان کار چشمم چشم من نیست، چشم بورژواست است که من خریده. باید اونجوری نگاه کنم، به اونجایی نگاه کنم و اون چیزی رو ببینم که اون میخواد ببینه. زبونم زبون من نیست، من باید چیزایی بگم که اون میگه. فکرم فکر من نیست، فکر اون باباییه که برای من دیکته میکنه که اینجوری فکر کن، تند کن، پهن کم کن، حرکات بدنم هم اینا همینجا. خلاصه یعنی من از روند کار بیگانه میشم و اسم این میشه آزادی، اسم این میشه برابری حقوقی. خب حالا اگر یه بورژوایی میاد میگه که آجون بیایم ما مبارزه کنیم برای اینی که حکومت قانون رو بذاریم، برابری همه آدم ها رو بذاریم جای این جریان ناجور نابرابر ناعادلانه ما قبل سرمایه داری، حالا یا تو ایران مثلا میگن این جریان اسلامی و فلان که دوباره برای ما مثل یه کاووزی که زنده شده جامعه ما قبل سرمایه داری رو ببینیم، این معناش این نیست که وقتی ما هم با اسلام یا با سرمایه داری یا با مناسبات ما قبل سرمایه داری مخالفیم، همون چیزی رو میخوایم به عنوان خواست دموکراتیک، حتی خواست حداقلمون، همون چیزی رو میخوایم که بورژوازی هم میخواد. اینطور نیست، ما فقط در جنبه سلبیش با اینا هماوایی داریم. یعنی تا اونجایی که میگیم این مناسبات از بین ببریم، مناسبات قبلی رو، در جنبه ایجابیش هیچ چیز مشترکی نداریم. ما میخوایم یه شرایطی به وجود بیاد که آدم در زندگی روزمرهش بتونه انسانیت خودش رو تحقق بده. اون میگه که ما یه شرایطی به وجود بیاریم که آدما به صورت عیان و برهنه و بیپرده به زور وادار و اعمالی نشن که نمیخوان انجام بدن. اما اگر به صورت قانونی این کار انجام بشه و اونا از خودشون بیگانه باشن و خودشون بگن که ما اینو میخوایم، خیلی هم عالیه، ما همینقدر بستمونه. بنابراین ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که یه جبهه متحد داریم با کسایی که برای تحقق حقوق دموکراتیک به مفهوم بورژواییش دارن مبارزه میکنن. ما ممکنه بگیم وحدت عمل داریم در جهت تخریب و فروپاشوندن روابط و مناسبات و امتیازات ما قبل سرمایه داری. همین. حالا این قضیه چه در مورد زنان، چه در مورد کارگران، چه در مورد روشنفکران، به یه میزان مشابهی مصداق پیدا میکنه. در نتیجه ما وقتی میگیم که یه سری خواستایی رو که خیلی به درستی من با این موافقم که نه یه سری، اکثر خواستایی که یه روزی بورژوازی مدعی این بود که اون خواستا رو میخواد تحقق بده، خواستای دموکراتیک و تکالیف دموکراتیک داشت، ما هم امروز معتقدیم که چون اون دیگه این کارا رو هم نمیکنه، بنابراین اون وظایف هم به عهده ما محول شده، ما کمونیستا منظورمه، و منظورمون این نیست که همون کاری رو که اونا میخواستن بکنن ما انجام میدیم. نه، فقط همونجور که گفتم در جنبه سلبیشه، فقط در جهت تخریب مناسبات ما قبل سرمایه داری. ما مثلا با اسلام مخالفیم، با سرمایه داری مخالفیم، با مرد سالاری مخالفیم و در جهت تخریب اینا قدم بردیم. ولی چیزی که جاش میذاریم جدای دین از دولت نیست،
قانونی کردن احزاب و گروه های مخالف نیست. ما میخوایم بریم ورای این حرفا. ما میخوایم شرایطی به وجود بیاریم که آدم ها بتونن فی‌الواقع حیات اجتماعی خودشونو بسازن، سرنوشت خودشونو به دست خودشون بگیرن. حالا این آدم ها کارگر باشن، زنا باشن، روشنفکرا باشن، اقوام و اتنیسیتی های مختلف باشن، مهم نیست. مهم اینه که ما منظورمون اینه که همه اینا بتونن حاکم به سرنوشت خودشون بشن، نه فقط از نظر حقوقی حاکم بشن، یعنی به صورت انتزاعی، یعنی به صورت از خود بیگانه. نه نه نه، ما میخوایم اینا فی‌الواقع اکچوالی بتونن انسانیت خودشون رو تحقق بدن. بنابراین هیچ وجه مشترکی در اون جنبه ایجابی قضیه ما با بورژواها و اونایی که خواستار تحقق و حقوق دموکراتیک هستن ما هیچ وجه مشترکی نداره. در جنبه سلبیش خیلی داره. برای همینم فقط وحدت عمل میتونیم داشته باشیم در جهت تخریب این مناسبات، نه در جهت ایجاد مناسبات جدید. ببخشید طولانی شد. خیلی ممنون، اتفاقا صحبت بسیار مفیدی بود. قبل از اینکه من از تراب دعوت کنم، حداقل یکی دو تا از سوالایی که توی متن تکست هست رو میخونم. یکی از دوستان پرسیده در دورانی که انقلابیون قرن 19 و 20 درباره انقلاب و استراتژی انقلاب سوسیالیستی می نوشتند، جنبش کارگری و احزابی که خود را متعلق به آن می دانستند، از سوسیال دموکراسی آلمان تا بولشویک‌ها و سپس احزاب استالینیستی وزن به مراتب سنگین‌تری از امروز داشتند. امروز بحران چپ جهانی چه اثری می تواند روی استراتژی انقلابی بگذارد؟ به عبارت دیگر، در حالی که نهضت انقلابی جهانی زوری در توازن قوای ملی و منطقه‌ای و جهانی ندارد، چطور میتوان هنوز از استراتژی انقلابی سخن گفت؟ توجه کنیم که این در شرایطی است که دنیای امروز بیش از هر وقت دیگر به انقلاب سوسیالیستی نیاز دارد. آیا حاصل چنین چیزی صرفاً تکرار انقلاب های کور نخواهد بود؟ من چند تا متن دیگم دارم، اجازه بدید. دوست دیگه پرسیدند خب مسئله اتحاد عمل با مسئله استراتژی تفاوت دارد. سر یه موضوع مشخص میشه وارد اتحاد عمل شد با جریانات مختلف، ولی این امر در مورد مسئله استراتژی صادق نیست. این یک سوال بود. این دوتا رو و صحبت دوست عزیزم کامبیز رو جواب بدید، بعد من ببینم بقیه چه سوال هایی هست. مرسی یاسمن عزیز. بعد صحبت های رفیقمون کامبیز واقعا مهم و مفید و به جا بود. منم 100% با همش موافقم. یعنی تازه موقعی که ما میگیم تکالیف دموکراتیک به عقب افتاده، راه حل ما برای این تکالیف خیلی متفاوته با انقلابات بورژوا دموکراتیک. نمونه هاشو رفیقمون کامبیز گفتن، منم در رابطه با مجلس مؤسسان اشاره کردم. مثلا میگم مجلس مؤسسان که گفتم گل سرسبد تمام تکالیف دموکراتیک بورژوایی است، یعنی اون انقلابای بورژوایی واقعا از همه به اصطلاح کامل تر بود که گل سرسبدش مجلس مؤسسان بود. شما نگاه کنید به نقشی که کنوانسیون در انقلاب کبیر فرانسه داشت میفهمید منظورم چیه.
مجلس مؤسسانی بود که اونجا بحث میکردن فلان قانون رو میگذروندن، فرداش تو خیابون انقلابیون میرفتن اجراش میکردن. یعنی یه رابطه کاملا نزدیک داشت با به اصطلاح انقلاب توده ها این مجلس مؤسسان، کاملا به اصطلاح تحت تاثیر این جنبش و مبارزات انقلابی تغییر و تحولات درون خود این مجلس صورت میگیره. حتی یه همچین شکلی از مجلس مؤسسان انقلابی که ما میگم در انقلاب فرانسه حداقل قشنگ نقش این رو دیدیم، این باز خیلی فرق داره با مجلس مؤسسانی که ما میخوایم برگزار کنیم. مجلس مؤسسانی که اگر قدرت بر اثر این ترکیب تکالیف بیفته به دست پرولتاریا در جامعه ما، مجلس مؤسسانی که برگزار میکنه برای تدوین قانون اساسی دوره انتقال به سوسیالیسمه، نه برای به اصطلاح تعیین شکل جمهوری دموکراتیک بورژوایی صرفا. اینی یعنی این ممکنه بورژوازی هم توی مجلس مؤسسان چند تا نماینده داشته باشه و بخواد این برنامه رو ارائه بده، ولی ما کمونیستا، ما طبقه کارگر، ما اردوی کار، ما ستم دیدگان و زحمت کشان و همه آحاد این جامعه که بر اساس به اصطلاح خواستاشون علیه این نظام بلند شدن و مبارزه انقلابی میکن بکنن، اینه که به اصطلاح این خواستا به شکلی تحقق پیدا کنه که واقعا معرف منافع ما باشه دیگه. درچه اصلا شکل انتخابش، شکل تشکیل این مجلس مؤسسان، حدود و ثغور قدرتش کاملا متفاوته با مجلس مؤسسان بورژوایی. مجلس مؤسسان بورژوایی چیه؟ این پارلمان های بورژوایی دیگه. یه سری حوزه های انتخاباتیه، در این حوزه های انتخاباتی میگن مردم بهترینش، تازه حالا بهترین مجلس مؤسسان بورژوایی، شما نماینده هاتون انتخاب کنین بفرستید اینجا. یعنی هویت افراد میشه یه هویت جغرافیایی. در حوزه مثلا رای گیری شمرانات شما رای میدین به نمایندهشتون در شمران. در سی خب اجتماع که هویت افراد اینجوری تعیین نمیشه که جامعه بورژوایی، جامعه امروزه طبقات کارگرن، کارمندن، زنن، دانشجوان، یه نقشی دارن در این تولید اجتماعی، بر اساس این نقششون هم یه هویت بسیار حرفه‌ای دارن. سه، انسان‌ها در جامعه مدرن هویت سیاسی دارن، طرفدار یه نظر سیاسی هن، طرفدار یه گرایش سیاسی هن، طرفدار یه حزب سیاسی هن، طرفدار یه برنامه مشخصی هن برای اصلاحات، برای تغییرات. بنابراین این هم یه جنبه دیگه از هویتشونه. این هویت ها باید بیان بشه در این مجلس مؤسسان. یعنی ما باید یه مجلس مؤسسانی رو فرا بخونیم که در واقع تمام این هویت های آحاد اجتماعی رو بتونه برجسته کنه. یعنی نماینده کارگران باشه، نماینده زنان توش باشه، نماینده جوانان توش باشه، نماینده ملیت ها توش باشه، نماینده همه این اخشاری که این تکالیف انقلابی رو دارن توش باشه، و نماینده هایی که انتخاب میشن همه قابل عزل باشن توسط انتخاب کنندگان. اگر کسایی که انتخابشون کردن دیدن اینا دارن اجرا نمی کنن، بتونن تغییرشون بدن. برای ما حتی شکل اجرای این تکالیف دموکراتیک درست کاملا، خیلی نکته مهمی هم بود، رفیقمون کامبیز هم اشاره کرد، بنابراین منم 100% موافقم. اما سوال اون یکی رفیقمون گفت، اشاره کرده بود، در واقع من درست فهمیده باشم، در این شرایطی که خود پرولتاریا آمادگی انقلاب سوسیالیستی رو نداره در سطح جهان، دو بخش به اصطلاح آگاهش، یعنی احزاب سیاسی و نیروهای به اصطلاح آگاهش هم آنچنان آگاهی ندارن و آنچنان قوی نیستن مثل دوران سابق، دوران برتری و سلطه بورژوازی این روزا دیگه، اینقدر دوران ما وخیمه که بورژوازی دیگه حتی مخفی هم نمی کنه، میگه به من مالیات های منو بزنین که من بیام سرمایه گذاری کنم، یه خورده نونش هم میدم به شما. این یعنی ایدئولوژی بورژوایی که قبلا صحبت از
آزادی و نمیدونم فلان و بهمان میکرد، حالا عملا شده باج به من بدین، اگه باج به من ندین وضع شما هم خراب خواهد شد. یعنی در یه همچین شرایطی، حالا استراتژی انقلابی معنیش چیه؟ من تو صحبت هم یه اشاره کردم، ببین استراتژی انقلابی ربطی به آمادگی و عدم آمادگی پرولتاریا نداره، یه مسیر راه دراز مدت دیگه. تاکتیکامون متفاوته توی شرایطی که این وضعیتی که شما توصیف کردی درش وجود داره، ولی استراتژیمون که تغییر نباید، استراتژیمون باید بر اساس یه تحلیل از ساختار اجتماعی باشه دیگه، و بر اساس یه شناخت از روند مبارزه طبقاتی در دراز مدت داشته باشه، نه در کوتاه مدت، نه در یه دوره کوتاه چند ساله، نه بر این اساس که الان توده ها ذهنیتشون چی میگه، الان درجه آمادگی توده ها چقدره. باید با تاکتیک و استراتژی، در ضمن اینو بگم دیگه، از تاکتیک جدا نمیشه، استراتژی بدون تاکتیک معنی نداره دیگه، معلوم بهش اصلا استراتژی نمیگیم دیگه، استراتژی یعنی خودش تشکیل شده از یک مجموعه از تاکتیک ها. در تاکتیک هامون باید این شرایط ویژه‌ای که شما میگین رو ببینیم چجوری حلاجیش کنیم، چجوری حل و فصلش کنیم. مثلا شما به جامعه ایران نگاه کنین. مرحبا عزیز، ببخشید وسط صحبتت، ویدیو شما خاموشه، اگه ممکنه ویدیو رو باز کن. از اول خاموش بود یا خاموش شد؟ چه من اول روشن کردم بعد خودش ادامه نه، این وسط خاموش شد، بفرمایید. آره این وسط خودش خاموش میشه، من دست به چیزی نزدم، من دور از کامپیوتر هستم. به هر حال میبخشید، یادم رفت اصلا چی داشتم میگفتم. بله، یعنی خواسته میخواستم یه در رابطه با این عدم آمادگی مثالی بزنم. ببین مثلا همین پدیده که شما میگین، مسئله حزب انقلابی، بخش آگاه، اگر فرض رو بر این بذاریم که به نظر من این تنها تفسیر درست از مفهوم حزب انقلابی، که حزب انقلابی چیزی جز بخش آگاه خود طبقه کارگر نیست. این بخش آگاه طبقه کار، ما که میگیم حزب انقلابی وجود نداره، یعنی بخش آگاه طبقه کارگر کوچیکه، هنوز آنچنان رشدی نکرده، طبقه کارگر هنوز به اون درجه از سازماندهی و رزمندگی و آگاهی نرسیده که منافع تاریخی خودش رو بفهمه، که منظور اینه دیگه. الان به جامعه ما نگاه کنیم اینطوریه دیگه، به نظر من ما 13-14 میلیون پرولتاریا داریم بر اساس حتی تخمین‌های خیلی محافظه‌کارانه، شاید از اینم بیشتر باشه، همین حدود در واقع تهی‌دست شهری داریم، یعنی خلاصه توده عظیم زحمتکشان و کارگران ایران رو که نگاه کنیم همین الانش اکثریت رو دارن دیگه، ولی درونش واقعا نمیبینیم دیگه یه تحزبی، یه تشکلی، یه درجه از آگاهی، درجه از رزمندگی که مثلا فرض کن تو پرولتاریای روسیه ما میدیدیم اوائل قرن بیستو، 1900 روسیه رو شما مقایسه کنیم به الان ایران، واقعا ضعیف طبقه کارگر، رزمندگیش، سازماندهیش بکنه. خیلی خب، حالا تاکتیک ما باید چی باشه؟ چون میدونیم آگاهی که از هوا که نمیفته، آگاهی از اینجا نمیاد که من برم وسط میدون انقلاب وایستم هی بسا شعار بدم، که آگاهی باید دل خود مبارزات بیرون بیاد دیگه. یعنی این بخش آگاه طبقه کارگر، یعنی اون پیشگام کارگری که خود جنبش بیرون میده، یه نوعی به صورت تلفیق بشه با یه برنامه سوسیالیستی، با یه استراتژی انقلابی. این دوتا که با هم تلفیق بشن، به این ما میگیم حزب، حزب انقلابی. یعنی حزب انقلابی یه چیزی غیر از این باشه، یه چیز من درآوردی دیگه، این حزبایی که ما داریم، 6 نفر با هم تصمیم گرفتن که ما حزب انقلابی هستیم، هیچ معرف هیچ چیزی هم نیست، از اینا زیاد داریم، ولی واقعیتش اینه که اصلا نداریم زمینه رو برای حزب انقلابی دیگه. خب این چرا نداریم؟ چون خود اون پیشگامی که باید حالا بیاد یه استراتژی رو قبول کنه کوچیکه، پیشگام کارگری هم خودش از دل مبارزه بیرون میاد دیگه، از آسمون که نمیفته که، بنابراین مبارزه کم بوده که از دل خودش پیشگام انقلابی بده بیرون، مبارزه رو باید تجربه. یعنی برمیگردیم به این که حالا پس تاکتیک ما در ایران باید این باشه که به چه شکلی
بتونیم مبارزه طبقاتی رو شدت بدیم دیگه، مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری رو به شدت بدیم. یعنی میخوام بگم عدم آمادگی پرولتاریا فقط وظایف ما رو در رابطه با تحقق استراتژی تغییر میده، نه اینکه خود استراتژی رو تغییر میده. استراتژی پدیده دراز مدته، گفتم بر اساس مفهوم مارکس که میگه مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری باید منجر شود به دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا. این ما این رو چجوری میتونیم از حالا برسیم به اون؟ تاکتیکامون برای رسیدن به اون چیه؟ بنابراین من حقیقتش درست سوال رفیقم رو نفهمیدم که این عدم آمادگی چه ربطی به انقلابات به استراتژی انقلابی داره. درسته علی رغم حالا این که عنصر آگاه وجود نداره، حزب انقلابی وجود نداره، پیشگام با تجربه‌ای در درون طبقه کارگر وجود نداره، ممکنه انقلاب بشه. از این اتفاقا در تاریخ یه دفعه بحران طبقه حاکمه انقدر شدید بشه که در واقع موج انقلابی را بیفته و پرولتاری هم توی این موج انقلابی در واقع انقلابی بشه و حتی به اصطلاح به یه شکلی قدرت رو هم بگیره. ولی خب اگر استراتژی درستی نداشته باشه، اون آگاهی رو نداشته باشه، اون تحزب رو نداشته باشه، اون درجه از سازمان یافتگی رو نداشته باشه، خب شکست خواهد خورد دیگه به نظر من. یعنی به این معنا بله میشه یه انقلاب کور، یه انقلابی که نمیدونه چی کار داره میکنه، چی کار میخواد بکنه، در اینچه اولا اصلا اتفاق افتادنش جزء محالاته، یعنی قبل از که بخواد به اینجا برسه شکستش خواهند داد، لوفش شکستش هم ندن به قدرتم برسه نمیدونه چی کار بکنه، بعدش شکست خواهد خورد. بنابراین بله تو رو شاخش خوابیده، اگر آگاه نباشه که شکست بخوره. ولی میگم من هنوز ربط اینو به اینکه چرا استراتژی انقلابی لازمه رو نفهمیدم حقیقتشو بخوام. امیدوارم رفیقمون بعد اگه توضیح من رو قانع کننده نبود یه توضیح بیشتر بده که منظورش چی. سوال دیگه نبود درسته؟ دو نفر دستشون بلنده، الان من وقت میدم. دوست عزیز اگه خواستید در متن باز هم توضیح بدید که من بخونم. ادمین یک دست شما بالاست، اگه اشتباه نکنم میخواستی صحبت کنی و بعد از اون سارا غازی. بفرما. بله مرسی، من مطمئن نبودم که ما ادمین ها میتونن سوال بکنن، ولی خیلی ممنون، خسته نباشین رفیق تراب یاسمین. من البته سوالم یه ذره تاریخیه و این است که خواستم بدونم این مدار در ارتباط با بحثایی که در اون موقع سوسیال دموکراسی روسیه شد پیرامون مسئله استراتژی انقلابی، اگه یه جمع‌بندی بتونید بکنید من خیلی ممنون میشم. برسیم تراب عزیز، اگه اجازه بدین من سارا رو هم دعوت کنم بعد شما جواب بدید. حتماً سارا غازی عزیز نوبت شماست. صدا میاد؟ بله کاملا. خیلی ممنون، با سلام خدمت همگی و خسته نباشین به شما یاسمین جان و رفیق تراب. سوال من بیشتر فوریه، برخلاف سوال رفیقمون ادمین یک. ببینید مبارزاتی که در این در دوران جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته و بیرون زده به خیابون کشیده شده، مثلا مثل این جریان به صلاح
زن زندگی آزادی و اینها و سالهای قبل همینطور و یا حتی در خارج در کشورهای اروپایی و آمریکایی مطالباتی که به اصطلاح میشه عمدتا شکل مطالبه در سرنگونی سیستم سرمایه‌داری نداره. مثلا توی این مبارزات سال گذشته تا اینجا هم جلو رفتن که مثلا گفتن که مرگ بر خامنه‌ای، ولی خصلت طبقاتی که در اون مطالبه سر برچیده شدن جنبش معذرت برچیده شدن سیستم سرمایه‌داری باشه نبود، خیلی کم بود، بود منتها خیلی ضعیف. توی خارجم عمدتا نیست تا اونجایی که من تجربه دارم. به نظر شما این مطالبه رو چطوری میشه برجسته کرد در میون این توده هایی که عملا فعالن ولی در واقع مطالبهشون در حد دموکراتیک تموم میشه، به سرنگونی کل نظام نمیرسه؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما تراب عزیز، نوبت با شماست. من فعلا دست دیگه نمیدیرم، ولی حتما دوستان رفقایی که میخوان بحثی بکنن، سوالی بکنن، یا بنویسن یا دستشون رو بلند کنن. بفرماتون. در پاسخ رفیقمون سیا ادمین یک، ببین من یه توضیح مختصری تو صحبتم دادم، ولی چند ایراد به بحثایی که تو سوسیال دموکراسی روسیه مطرح شد بود دیگه. گفتم از اول اولا همشون فرض رو بر این گذاشتن که انقلابی که در مقابلشونه، اینا بحثایی است که قبل از 1905 داره میشه دیگه، قبل از انقلاب 1905 منشویکا، بولشویکا، تروسکی این بحثا رو شروع کردن. بعد از انقلاب 1905 یه ذره هر سه تا دقیق‌تر میشن توی صحبت‌هاشون، ولی همون صحبت رو میکنن. تروسکی عملا میگه انقلاب ما دموکراتیکه ولی رهبریش باید دست پرولتاریا باشه، یعنی منجر بشه به قدرت پرولتری بعد از این پیروزی این انقلاب. منشویکا میگن انقلاب ما دموکراتیکه، باید منجر شه به پیروزی بورژوازی و ما به عنوان پرولتاریا باید نقش اپوزیسیون افراطی رو بازی کنیم، یعنی فشار بذاریم روی این دولت بورژوا برای اینکه امتیازات بیشتر بگیریم. بولشویکا میگن بله انقلاب ما دموکراتیکه ولی بورژوازی نمیتونه اینو رهبری کنه، پس دهقانا و کارگرا با هم این انقلاب رو رهبری کنن. خب هر سه تا اینا اولا یه اشکال دارن دیگه، اونم اینه که میگن انقلاب ما دموکراتیکه. کی میگه انقلاب ما دموکراتیکه؟ بر چه اساسی شما میگی انقلاب ما دموکراتیکه؟ مثلا میگم چون الان فرضاً ذهنیت توده‌ای اینه که انقلاب ما ضد آخونداست، مثلا ضد رژیم ولایت فقیه، بنابراین انقلاب ما دموکراتیکه. نه، به چه دلیل؟ حالا توده‌ها به ذهنشون نرسیده هنوز، یعنی این دلیلی نداره که انقلابی که در پیشه انقلاب دموکراتیکه. انقلاب گفتم این که انقلاب چی خواهد بود و چی باید باشد دو تا چیز متفاوته دیگه، بستگی. ما به عنوان عنصر آگاه باید بر اساس یه برنامه‌ای تو انقلاب مداخله کنیم که اون چیزی که باید بشود تبدیل بشود دیگه، یعنی ما هم یه نیروی هستیم که در این انقلاب مداخله میکنیم دیگه، اینجوری که از داده شده است از قبل که انقلاب چه خواهد. و همطور که گفتم توی بحثای مارکس ما میبینیم که اون دیگه میگه اصلا دوران انقلابات دموکراتیک دیگه سپری شده، بورژوازی دیگه انقلابی نیست، بورژوازی رفته با فئودالیسم ساخت و پاخت کرده، از بالا سازش کرده، در قدرت سهیم شدن در اغلب جاها، به جز چند جا با جاهای خیلی تعداد انگشت شمار، یعنی جاهایی که انقلاب واقعا بورژوا دموکراتیک شده باشه در اروپا. و
بقیه همش از سازش از بالا صورت گرفته این تحول. بنابراین ما جایی نداریم که به اصطلاح بورژوازی انقلابی باشه که بخواد رهبری کنه یه انقلاب دموکراتیک رو. بورژوازی ما از پرولتاریا بیشتر میترسه تا از فئودالا. بنابراین انقلاب ما انقلاب با تکالیف مرکب، نه انقلاب الزاماً دموکراتیک. اینی که چی خواهد شد بستگی به توازن قوا و نیروها داره. یا پرولتاریا میاد از این تکالیف مرکب استفاده میکنه، اتفاقا چون تکالیف مرکبن تناسب قوا رو به نفع پرولتاریا به یه معنای تغییر میده دیگه، یعنی بورژوازی ضعیفه، سازشکار جربزه رهبری کردن یه انقلاب حتی دموکراتیک رو نداره، پرولتاریا ولی میتونه تمام توده هایی رو که دور این خواستای دموکراتیک به اصطلاح بسیج شدن رو متحد کنه، متشکل کنه، دور خودش جمع کنه، انقلاب پرولتری رو انجام بده. بنابراین تناسب قوا مساعدتره. به همین دلیله که توی کشوری مثلا فرض کنید مثل روسیه اینطور زودتر انقلاب سوسیالیستی را میفته، چون بورژوازی ضعیفه، رفورمیزم بنابراین ضعیفه، بنابراین نیروی انقلابی پرولتری میتونه خیلی قوی تر هم حتی باشه به نسبه. مضافم به این که تو این تئوری که مارکس در رابطه با توضیح دلایل انقلاب آورده که از تضاد بین مناسبات تولیدی و نیروهای مولده صحبت میکنه، خیلی از این یه برداشت کاملا مکانیکی و عوضی و اِوولوشنیستی تکاملگر داروینیستی میکنن، به این معنا که منظور مارکس اینه که باید پیش شرط های مادی برای سوسیالیسم فراهم باشه تا یه جای انقلاب سوسیالیستی بشه. به همین دلیلی که مثلا گرامشی میاد میگه انقلاب در روسیه انقلاب ضد کاپیتال بود، اونم همین تز بین الملل دوم قبول داره، یعنی در یه جای انقلاب سوسیالیستی میشه که پیش شرطهای مادی برای جامعه سوسیالیستی فراهم باشه. خب این بحث به یه معنی کلی درسته، انقلاب سوسیالیستی مستلزم پیش شرطهای مادی سوسیالیستیه، درسته، ولی اینو نباید به صورت تک تک کشورها و تک تک انقلابا توی مقطع خاص نگاه کرد. در سطح اروپایی آماده است این شرایط آمادگی برای انقلاب سوسیالیستی یه پدیده جهانی، الان یه پدیده صرفا کشوری نیست. شرایط مادی برای سوسیالیسم اون موقع در روسیه فراهم نبود ولی در اروپا فراهم بود. انقلاب اروپایی، انقلاب روسیه اگر منجر میشد به یه انقلاب اروپایی، خب از این شرایط آماده مادی برای سوسیالیسم در اروپا استفاده میشد برای اینکه روسیه رو هم بکشونی بالا. یعنی انقلاب سوسیالیستی هم خودش دقیقا به همین دلیل انقلاب جهانی باید باشه، چون شرایط مادی برای سوسیالیست در هیچ کشوری آماده نیست به تنهایی. با تقسیم کاری که در سطح بین المللی شده، شرایط مادی برای جامعه سوسیالیستی در مقیاس بین المللی فقط فراهمه. یعنی شما تا رو نیروهای مولده، حداقل بخش تعیین کننده نیروهای مولده در سطح بین المللی کنترل نداشته باشی، خب در محاصره سرمایه‌داری جهانی خفه خواهی شد عاقبت، همینطوری که میشی شده در تاریخ رخ داده. ولی در سطح جهانی اگه آماده است، خب با همه با هم میریم به طرف سوسیالیسم. برابری از این زاویه به نظر من این که در جامعه ما تکالیفی که الان بسیار در ذهنیت توده هست چی هستن آنچنان مهم نیست باز که این استراتژیه. یعنی ما میدونیم که این شدنیه، میتونه بشه بر اساس این تحلیلایی که گفتم. برابری ما استراتژی رو میذاریم این که نه، ما میکشونیم به اینجا که همه اینا بیاد زیر پرچم انقلاب سوسیالیستی، همه اینا تبدیل بشه به نیروی برای انقلاب سوسیالیستی. ولی خب در جامعه ما واضحه چرا دلایل اینجوریه، چرا شرایط اینجوریه. ببین از انقلاب خواستای انقلاب مشروطه چی بود؟ قانون، امنیت، آزادی.
یعنی ما در یک کشوری زندگی می‌کنیم، قانونی وجود نداره، حتی طبقات حاکمه قانونایی که خودشون هم میگذرونن رو اجرا نمی‌کنن، هر وقت دلشون خواست اجرا می‌کنن، هر وقت دلشون نخواست اجرا نمی‌کنن، هنوز هم همینطوره. ما هیچ امنیتی نداریم، شما فردا خونت بری بیرون در تهران معلوم نیست شب زنده برگردی، ممکنه مثلا این بسیجی ها نمیدونم گشت ارشاد یکی از این میلیشیاهای به اصطلاح حزب اللهی شما رو برواید و ببرد و الان اصلا معلوم نشه کجا بردنت. این در دوره قاجار هم بود، در دوران صفوی هم بود، در دوران جمهوری اسلامی هم عیناً همینطوره. آزادی هم که قربونش برم اصلا هیچی نداریم، حتی دیگه حق لباس پوشیدن هم نداریم، یعنی دیگه حتی ابتدایی ترین حقوقی که در می 2000 سال پیش هم قبول شده بود و اینا زیر پا گذاشتن دیگه. بنابراین واضح کنم ذهنیت توده دور این مسائل از همه چی متمرکز داره، چون اینا تاریخی و عمیق و ریشه دارن، یعنی توده واقعا رنج میبرن، هم خود طبقه کارگرش هم از همین امنیت آزادی بسا قانون بسیار نبود فقدان اینا رنج میبره، در چه حتی تو ذهنیت اونم ممکنه اینا برجسته تر باشن از خواستای زنده سرمایه‌داری خودش، به جز می خواستای البته افزایش حقوق، نمیدونم ساعت کار، شرایط کار، خواست کنترل کارگری بر تولید و توزیع ممکنه در ذهنیت توده کارگر وارد نشده باشه، ولی این خواستای دموکراتیک چرا ذهنیت اونم مشغول کردن. و تازه به این دلیل یه سیاست مدار بورژوا بیاد، یه حزب بورژوا بیاد، یه حزب به اصطلاح کارگری اپورتونیست بیاد، میتونه فریب بده خیلی راحت این توده ها رو دور این که بله ما الان فقط پس تمرکز کنیم روی خواستا که همه با هم مشترکی و به اصطلاح حتی طبقه کارگرم دقیقا به خاطر که در این ذهنیت قرار داره و بخش آگاهش کوچیکه، سازماندهیش ضعیفه، تجربه مبارزاتیش آنقدر غنی نیست، در این دام بیفته دنبال این رهبری ها. بنابراین بله این در ذهنیت توده ها اینجوریه، ولی این تمام مسئله سر اینه که ما چجوری این رو حل کنیم دیگه، چجوری نشون بدیم در خود مبارزه که این خواستای دموکراتیک گره خوردن با طبقات حاکم سرمایه داری و عدم حلشون به دلیل این نیست که سرمایه داری در ایران کم رشد کرده، دقیقا چون سرمایه داری در ایران رشد کرده این تضادها و این تناقضات پیدا شده، این تکالیف دموکراتیک غیر قابل حل شدن، چون این لایه این طبقه حاکمی که ما داریم حتی فضای مانور برای یه درصد رفرم هم نداره، یعنی جز با سرکوب جز با زور نمیتونه خوش در قدرت نگه داره، قادر نیست اصلاحاتی رو بیاره. اینو چند بار ما در تاریخ این 40 ساله دیدیم، در دوره شاه دیدیم، چرا نمیتونن اینا کوچکترین اصلاحات دموکراتیک رو حتی به صلاح تحقق بدن؟ به خاطر اینکه قدرتشون فوری زیر سوال میره، قدرتشون وابسته است به این سرکوب حقوق دموکراتیک، وابسته است به این بیقانونی، عدم امنیت و فقدان آزادی. اگر اینا نباشه نمیتونن این طبقه حاکم قدرت خودش رو حفظ کنه، به قدری تناقضات جامعه ما وسیع و شدیدن. بنابراین درسته الان شرایط اینجوریه، ولی میتونیم، یعنی هم خود این شرایط میتونه عوض شه، پرولتاریا وارد صحنه مبارزه بشه، خب خیلی مسائل فرق خواهند کرد. به نظر من ما اصلا هنوز نمیدونیم، واقعا میگم ما هنوز نمیدونیم در پرولتاری ایران چه خبره، همه میان حرف میزنن ولی من یکی که نمیدونم مثلا در صنایع خودروسازی چه خبره، در صنایع فولاد چه خبره، در شرکت نفت چه خبره، در این صنایع اسلحه سازی که دست سپاه و رژیمه چه خبره، در واحدهای بزرگ این گردانهای اردوی کار واقعا چه خبره. ما خبرهایی که داریم خیلی محدود و سطحیه دیگه، ولی همین خبرهای محدود و سطحی هم که داریم نشون میده نه اتفاقا تو خود طبقه، یعنی سرکوب اگر نباشه، تناسب قوا اگر تغییر بکنه در درون خود همین طبقه کارگر سازمان نیافته که ازش اصلا ما اثری هم نمیبینیم، این بخش پیشگامش کجاست، بخش آگاهش کیه، چی کار میکنه، خواست داشته، با اینکه نمیبینی اینو ولی وجود داره،
درونش وجود داره و میتونه بزنه بیرون در یه شرایط مناسب. چون به هر حال بخشی از این پیشگام کارگری که از انقلاب قبلی بیرون زد بیرون هنوز کاملا از بین نرفته دیگه، هنوز فرزندانش، هنوز خداشون، خیلی هاشون زندن، هنوز در دل این جنبش هستن و میتونه یه گشایش ایجاد بشه، به یه شکلی تناسب قوا عوض بشه، چه بسا ما ببینیم ورود یه بخش بسیار رزمنده تر و آگاه تر از درون خود همین طبقه کارگر. میگم متاسفانه ما هنوز این شرایط رو ندیدیم و نداشتیم، ولی خب یکی از کارهایی که ما باید بکنیم دقیقا همینه دیگه، کمک کنیم به ایجاد این شرایط. همین. من دست کسی رو بلند نمی بینم و سوالی در چت نمی بینم. اگر اشتباه میکنم ادمین های عزیز اطلاع بدن که من تصحیح کنم. قبل از اینی که اگر نباشه میخوام از تو را پایش کنم یک جنبندی در رابطه با صحبتش بکنه. قبل از اون یادآوری کنم که چهارشنبه هفته آینده اول نوامبر سخنران ما کامبیز سخاییه که امروز هم صحبت خوبی ارائه کردن. بحث ایشون در رابطه از سلسله بحث ها درباره شکل گیری اندیشه های مارکس جوانه، مارکس و آزادی، بخش اول، چهارشنبه اول نوامبر ساعت 6 بعد از ظهر. دوست عزیزی در تکست سوالی نوشته، این رو هم من میخونم قبل از اینکه وارد بخش آخر بشیم. سیامک نوشتن: تو را به گرامی، کنترل کارگری بر تولید و توزیع، توزیع به معنی توزیع ثروت نپخش، اگر اتفاق افتد پس قدرت لازمه را دارد، چگونه و چرا نیاز دارد در چنینش پس چگونه و چرا نیاز دارد به مجلس مؤسسان بپردازد. امیدوارم من درست خونده باشم. من یه نکته کوتاهی هم در رابطه با صحبت سارای عزیز با اجازه تراب بخواستم بگم. اکثر مطالب رو تراب گفت، ولی ببین سارای عزیز، وقتی شما وارد یه مرحله انقلابی میشی، وقتی وارد اعتراض‌های گسترده‌ای میشی که درش طبقات مختلف درگیرن، پیشبینی این که چی پیش میاد خیلی سخته و خیلی سریع سرکوب حاکمیت و وجه‌های خاص حرکت سرمایه جنبشی رو که اولی که شروع شده جنبش ضد سرمایه‌داری نیست رو تبدیل میکنه به جنبش ضد سرمایه‌داری. یک نمونهش اون چیزیست که در سطح جهان ما میبینیم، جنبش برای دفاع از محیط زیست. این جنبش چپ نبوده، اگه بخوای خیلی از رهبرانش آدم های سازشکاری هست یا آنارشیست هم بدون یه هدف دقیق و درستی. ولی هرچه بیشتر ما مواجهیم با جوانان جنبش دفاع از محیط زیست که دارن دیدگاه های ضد سرمایه‌داری پیدا میکنن و سوسیالیست میشن. چرا؟ چون در روند مبارزه که در پیش دارن، که اولش مبارزه طبقاتی نبوده، درگیرن با مقوله هایی که برای سرمایه‌داری مقدساته، مثل رشد، مثل سود، مثل بهره، مثل نکات دیگه‌ای که اینها رو به فکر میاندازه در رابطه با عواقب نظام سرمایه‌داری. به همین دلیل من فکر نمی کنم شما اول یک حرکت اعتراضی یا در شرایطی که اوضاع بسیار پراکنده و شلوغه الزاماً شروع حرکت رو با شعارهای سوسیالیستی یا ضد سرمایه‌داری می‌بینی، ولی خیلی سریع می‌تونه در روند خودش اینا تغییر پیدا بکنه. جدا از این، یک حرکت انقلابی یک مومنتومی داره، یه رشدی داره، رشد سریعی داره که در درون خودش برخی
مقوله ها رو میآفرینه. من میبینم در این وسطی که من صحبت کردم بعضی از سوال های دیگه هم نوشتن. نسرین عزیز سوال کردند آیا جهانی بودن انقلاب در این دوره به یک نیاز تبدیل نشده؟ جهانی بودن در رابطه با حل تکالیف، اگه اشتباه نکنم، میبخشید اگر من اشتباه خوندم حتما تصحیح کنید. پس دو تا سوال مونده. میل خودت تراب عزیز، میتونی بعد از این 15 دقیقه 20 دقیقه بعد از سوالا وقت داری که جمع‌بندی کنی، یا اینکه اگر سوال دیگه ای بود من قطع میکنم دوباره. بفرمایید. بله اوکی. ببینید سوال رفیقمون سیامک، اگه کنترل کارگری بر تولید و توزیع ممکنه عملیه در یه پروسه انقلابی، چه احتیاجی به مجلس مؤسسان هست؟ سوالشون این بوده اگه من درست فهمیده باشم. درست. ببینید اینا دلیلی نداره که در تناقض با هم باشن. مثلا به انقلاب، تجربه انقلاب روسیه نگاه کنیم. بعد از انقلاب فوریه شعار بلشویک ها این بود تمام قدرت به شوراها دیگه، یعنی شوراها تشکیل شده بود و واقعا هم قدرت اصلی دست اونا بود، ولی گذاشته بودن کرنسکی بیاد حکومت رژیم سیاسی رو بگیره دستش. بحث بلشویک ها این بود دیگه، چرا گذاشته اینا بیان خودتون قدرت رو بگیرید؟ درست. این شعار اصلی بلشویک ها بود دیگه، تمام قدرت به شوراها. ولی خب ژوئیه همون سال، بعد از فوریه، ژوئیه همون سال طبقه کارگر یه شورش زودرس کرد دیگه، فکر کرد الان موقعش رسیده که اصلا بیاییم و دقیقا همین کنترل کارگری و تولید و توزیع رو مستقر کنیم. ولی شرایط مناسبی هنوز نبود برای این کار، برای اینکه پرولتا واقعا بتونه سرنگون کنه دولت کرنسکی رو. داشت سرکوب شد. بلشویک ها مخالف بودن ولی رفتن تو جنبش. به هر حال اونا هم در این مثلا سرکوب مثلا ضرر دیدن دیگه. خود لنین فراری شد، لنین رو میخواستن دستگیر کنن، دو حکم دستگیریش ابلاغ شد بعد از این تظاهرات و مخفی شد یه دوره. و خود شورای حتی پتروگراد دیگه جرأت نمیکردن بلشویکا وسط شورا پاشن بگن تمام قدرت به شوراها. تا اینا میگفتی میامدن دستگیرت میکردن. یعنی یه دفعه ورق برگشت. یعنی شعار مجلس مؤسسان اصلا به صلاح تو این دوره یه دفعه برجسته میشه. چرا؟ برای اینکه کرنسکی حالا میاد میگه بله، چون قول داده بودن که ما میایم مجلس مؤسسان تشکیل میدیم دیگه، یکی از وعده هایی که بورژوازی داده بودیم، ما میایم مجلس مؤسسان تشکیل میدیم. دولت کرنسکی حتی یه بخشی رو تو دولت هم تعیین کردن که مسئولیت به اصطلاح اجرای این تکلیف رو داشت. لیست انتخاباتی تعیین کردن، این کاندیداها رو تعیین کردن، همه کلی از کاراش رو انجام دادن، قانونش رو تصویب کردن. ولی کرنسکی اومد گفت نه، الان شرایط مناسب نیست. شرایط چیزی که نقدن جنگ داخلی داشت در روسیه شروع می شد قبل از انقلاب اکتبر، الان شرایط برای این مناسب نیست، و مجلس مؤسسان به تعویق انداخت. بعد از اون شعار بلشویک ها چی بود؟ شوراها قدرت را بگیرید که مجلس مؤسسان را شما تشکیل بدید. یعنی از این محبوبیت شعار مجلس مؤسسان استفاده کرد برای اینکه شعار تمام قدرت به شوراها را دوباره برجسته کنه، و در واقع پرولتاریا قدرت رو گرفت که حالا بیاد به جای بورژوازی که نمیخواد مجلس مؤسسان رو برگزار کنه، مجلس مؤسسان برگزار کنه. ولی خب به نظر من اشتباه بلشویک ها این بود که همون مجلس مؤسسان بورژوایی رو سعی کردن تحقق بدن، در صورتی که میتونن 6 ماه صبر کنن یه مجلس مؤسسانی که در خدمت انتقال به سوسیالیسم باشه به صلاح تشکیل بدن. بنابراین این دوتا با هم در تناقض نیست، بستگی داره. یعنی اگر شرایط یه جوری باشه که پرولتاریا بتونه قدرت رو بگیره، خب قدرت رو که گرفت برای خودش، برای انتقال به سوسیالیسم احتیاج به یه قانون اساسی داره. هرج و مرج که نمیتونه باشه بعد از انقلاب، که یه شورای مثلا کارخونه در جاده کرج حدود سقوط قدرتش چیه؟ این باید در مجلس مؤسسان تصویب بشه، باید قانون اساسی تنظیم بشه،
شکل انتخابش، شکل تشکیلش حالا فرق داره با مجلس مؤسسان بورژوایی، ولی خود اون دولت پرولتری باید این رو انجام بده دیگه. بنابراین بحث من در جواب به سوال شما اینه که تناقض این دوتا با هم ندارن. اگر این اول شد از این طریق قدرت رو میگیریم، اگر اون اول شد حالا که قدرت رو گرفتیم یه مجلس مؤسسان پرولتری تشکیل میدیم به جای مجلس مؤسسان بورژوایی. در رابطه با انقلاب جهانی هم که من به نظرم توضیح دادم، یعنی خود شرایط بین المللی الان داره نشون میده که استراتژی انقلاب سوسیالیستی فقط میتونه جهانی باشه، برای اینکه اصلا این تناقضات بین در ساختار اقتصادی بین مناسبات تولیدی و و نیروهای مولده دقیقا خودشو داره در سطح جهانی توضیح میده. شما نمیتونی انرژی به صورت فسیلی رو جایگزین کنی جز با برنامه ریزی در سطح جهانی. شما نمیتونی خیلی از مشکلات امروز دنیا رو حل کنی جز در سطح جهانی. یعنی جهانی بودن استراتژی انقلابی خودشو نقدا تو واقعیت روزمره نشون داده دقیقا. همین. من فقط یه دقیقه با اجازتون برم بعدم برمیگردم. ولی جواب سوالا رو داده. خیلی ممنون. دوستان عزیز اگر کسی سوالی داره و من ندیدم لطف کنید الان دوباره بنویسید. ادمین های عزیزم لطف کنن به من کمک کنن. صفحه گاهی سریع عوض میشه. همونطور که توی تکست گذاشتیم ساند کلاود صدای ضبط صوتی جلسه امروز در آدرسیه که میبینید https://soundcloud.com voice of revolution. ویدیو در تارنمای voiceofrevolution.com لینک میشه و اگر میخواید با ما تماس بگیرید، اگر پیشنهادی دارید، اگر سوالی دارید، با ایمیل info@voiceofrevolution.com که من الان دارم تایپشم میکنم با ما تماس بگیریم. من قبلا گفتم ولی بار دیگه یادآوری کنم که سخنران هفته آینده ما کامبیز سحایی روز چهارشنبه اول نوامبر ساعت 6 بعد از ظهر، تیتر صحبت ایشون هست مارکس و آزادی بخش اول، بخش دومش دو هفته سه هفته بعد انجام خواهد گرفت. از سلسله بحث های در رابطه با شکل گیری اندیشه های مارکس جوان. من نمی بینم دستی. دوستان عزیز اگر کسی، اگر من ندیدم به من یادآوری کنید. درسته، یادآوری ادمین عزیز هفت شب به وقت اروپای مرکزی، 6 به وقت لندن، 8:30 به وقت تهران. من فکر میکنم الان داریم به پایان برنامه نزدیک بشیم. اگه بشه از تراب بخوام در چند 15 دقیقه یک صحبت نهایی برای پایان این بخش بکنه. از همه کسانی که اومدن تشکر میکنم و امیدوارم هفته های آینده با ما باشید. تراب عزیز بفرمایید. من به جای جمع‌بندی میخواستم به یه نکته‌ای که تو صحبتم اشاره کردم ولی فرصت نشد توضیح بدم، گفتم شاید تو بحثا بعد توضیح بدم، یعنی همون نقل قول مارکس که با استناد به اون سوسیال دموکراسی این استراتژی رو تدوین کرد. هنوزم امروزه همه ما بر همون اساسه که به حساب میخوایم تئوری انقلاب مارکس رو توضیح بدیم، یعنی در رابطه با مرحله از انکشاف نیروهای مولده اینها با مناسبات تولیدی موجود در تناقض قرار میگیرن. از این عبارت در مقدمه ادای سهمی به نقد اقتصاد سیاسی مارکس. خب از این به نظر من یه سری تفسیرهای خیلی اشتباهی شده، امروز هم هنوز میشه. مثلا من حتی دیدم چند وقت میشه که از رفقای ما روی سری نوار گذاشته بود سر انقلاب،
اومده گفته اصلا اینو رد کرده بود که اصلا همچه چیزی درست نیست، خود مارکس به همچه چیزی اعتقاد نداره در نوشتاش. خلاصه سوء تفاهم سر این جمله مارکس زیاده. بعد نیست من حالا از جنبنیم، چون فکر کنم بحث اصلیمو کردم دیگه، حالا سر ایران که بریم میتونیم اینو یه ذره کنکره ترش کنیم دیگه در بخش دوم. ولی به طور کلی من حداقل چارچوب کلی نظرم رو گفتم، حالا میتونم بر این اساس برم جلو بسیار ببینیم با ایران چی کار میشه کرد. در اینچه اونا رو گفتم، فکر کنم از این فرصت هم استفاده کنم این نکته رو یه ذره باز کنم، این نقل قول مارکس رو. ببینید اولا گفتم، یکیشو گفتم دیگه، اولا از این نقل قول این برداشت شده که مارکس بنابراین داره میگه نیروهای مولده باید به یه سطحی برسن که شرایط مادی برای سوسیالیسم هم فراهم باشه، یعنی درجه ای از رشد اقتصادی که به اصطلاح بشه به هر کسی به اندازه نیازش داد. اگر شما نتونی به هر کسی به اندازه نیازش بدی، خب چجوری میخوای بری به جامعه کمونیستی؟ باید یه شرایط مادی برای فراهم باشه. گفتم این شرایط مادی در سطح بین المللی فراهمه، نه در یک کشور به تنهایی. تز سوسیالیسم در یک کشور یه تز ارتجایی و به اصطلاح ضد کارگریه. در واقع مارکس انگلز از همون ابتدا اعتقاد به انقلاب جهانی داشتن، کومینترن اصلا خودش رو حزب انقلاب جهانی نامید، یعنی بولشویک ها هم دقیقا اعتقاد به انقلاب جهانی داشتن. تضمین پیروزی هر انقلاب، انقلاب میتونه توی یک کشور شروع بشه، انقلاب کارگری میتونه در یک کشور شروع بشه، در چند کشور شروع بشه، ولی انتقال به سوسیالیسم تضمین پیروزیش گسترش انقلاب در سطح جهانی. ولی خب تو محاصره سرمایه‌داری خفه خواهی شد، یه اقیانوس یا سرمایه‌داری وسطش جزیره سوسیالیستی نمیتونه دووم بیاره، چون رو نیروهای مولدم کنترل نداری. بنابراین در دراز مدت، در 40 سال 50 سال، باراوری کارت حتی از عقب افتاده ترین کشورهای سرمایه‌داری هم عقب‌تر میفته، یعنی از لحاظ اقتصادی هم شکست میخوری، همونطور که روسیه خورد. یعنی عاقبت نتونست از حتی کشورهای عقب افتاده سرمایه‌داری باراوری کارشو بالاتر ببره، چون کنترل نداری رو نیروهای مولده. در سرمایه‌داری پدیده جهانی، بنابراین تقسیم کار جهانی در جامعه سرمایه‌داری وجود داره، تو نمیتونی مالکیت اجتماعی بر تولید و مستقر کنی موقعی که به عوامل تعیین کننده این نیروی مولده در مقیاس جهانی دسترسی نداشته باشی. بنابراین این یه جنبشه، انقلاب میتونه یه جا شروع بشه، ولی شرایط مادی برای رسیدن به سوسیالیسم در سطح جهانی آماده است، و اگر این انقلاب گسترش پیدا نکنه میتونه حالا چند سال مقاومت کنی، این کارو بکنی، اون کارو بکنی، این تاکتیکو بزنی، اون، ولی در دراز مدت اگر انقلاب جهانی گسترش پیدا نکنه شکست خواهی خورد. این به نظر من درش تردیدی نیست، این یه جنبشه. بنابراین ایده ای که هی میگیم شرایط مادی برای سوسیالیسم، اینو باید جدا کنیم. انقلاب سوسیالیستی در یک کشور شروع میتونه بشه، حتی در یک کشور عقب افتاده، چون انقلاب سوسیالیستی قدم اولش به قدرت رسیدن پرولتاریاست، خلعیت از سرمایه‌داریه، نه چیز دیگه. هنوز ساختن سوسیالیسم تازه بعد از انقلاب شروع میشه، این ساختن سوسیالیسمه که تضمینش در پیروزی انقلاب جهان. این یه جنبش. جنبه دیگه این که اصولا این حرفی که بین الملل دوم زد که بر اساس این جمله مارکس اومدن استراتژی انقلاب دموکراتیک و استراتژی انقلاب سوسیالیستی تعیین کردن، و بعدم همه این سوسیال دموکرات ها من جمله انقلابیون این سوسیال دموکرات ها مثل روزا و تروسکی و لنین و گرایش سوسیالیسم انقلابی درون سوسیال دموکراسی هم همین به اصطلاح تئوری رو برداشت و تکرار کرد، حالا با تغییراتی که در پراکسیس خودشون دادن و جنبه انقلابی قضیه رو وارد این تفسیرا کردن، ولی عملا همین چارچوب رو پذیرفتن. اینه که این تز مارکس به هر دوتای انقلابا وارده، در صورتی این اصلا صحیح نیست. مارکس این تز رو در رابطه با انقلابات دموکراتیک نداده،
نمیتونی بگی انقلاب مثلا فرانسه به این دلیل رخ داد که بین مناسبات تولیدی و نیروهای مولده تضاد افتاد. نه، انقلاب علیه سلطنت بود، علیه کلیسا بود، اصلا هیچ کدوم این چیزا اصلا مطرح نشد. اصلا این کنسپت مناسبات تولیدی و نیروهای مولده فقط مرتبط به جامعه سرمایه‌داری. مارکس هم اتفاقا این حرف اول از خودش در نگرفته، اینو از تحلیل های آدام اسمیس در آورد. یکی از اولین اقتصاد سیاسی دونایی که مارکس خیلی بهش علاقه مند شد و خیلی از نزدیک آثارش رو مطالعه کرد آدام اسمیس دیگه. قبل از این که 53-54 بره انگلیس، اون دوره به بعد ریکاردو براش خیلی مهم میشه و این دوره اولی آدام اسمیس. آدام اسمیس هم یکی از کساییست که وارد این قضیه شده. اگر رفقا یادشون باشه دو سه جای دیگه هم مارکس به این اشاره کرده، تقسیم کار هم میاره توش، یعنی رشد نیروهای مولده منجر به یه نوع تقسیم کارهای جدید میشه. این تقسیم کارهای جدید یه سری مناسبات جدید تولیدی رو لازم دارن که این مناسبات تولیدی حالا با تضاد با نیروهای مولده قرار میگیرن. این رو از آدام اسمیس البته با تغییراتی مارکس در چارچوب نظر خودش بهش داده، ولی ایده اولیش رو از آدام اسمیس گرفته. آدام اسمیسه که این رو مثلا آدام اسمیس در همین رابطه گفته، مثلا میگم تراکم و تمرکز سرمایه به یه جایی میرسه در اثر رقابت، هی سرمایه بزرگتر میشه، هی واحدهای تولیدی گنده تر میشن، مقدار سرمایه‌ای که لازمه تو وارد یه حوزه شاخص صنعتی بشی گنده تر میشه و کنترل یک واحد سرمایه‌داری، یه گروه سرمایه‌داری، یه سرمایه‌داری منفرد روی مجموعه مثلا این سرمایه‌هایی که تولیدی که وجود دارن هم هی گنده تر میشه. یعنی هم تمرکز کنترل گنده تر میشه، هم خود واحد تولیدی متراکم تر و گنده تر میشه. خب میگه اگه این پدیده به جلو بخواد بره، مالکیت خصوصی دیگه، مناسبات مالکیت خصوصی یه توش وقف نمیده. حرف آدام اسمیسا. بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ باید مثلا خود مالکیت رو اجتماعی تر کنیم، خود مالکیت خصوصی رو. یعنی چی؟ شرکت های سهامی عمومی از کجا میاد؟ از دل این میاد بیرون دیگه. مارکس اگه یادمون باشه تو کاپیتال میگه پیدایش شرکت های سهامی عمومی یه نوع نفی مالکیت خصوصی در چارچوب حفظ سرمایه داری. یعنی سرمایه داری به یه جایی میرسه که برای اینکه خودش رو حفظ کنه مجبور مالکیت خصوصی کاپیتالیستی رو عوض کنه، بکنه مالکیت سهامی عمومی. یعنی به یه شکلی سرمایه رو هم اجتماعی تر کنه، همه رو درگیر کنه در پروسه سرمایه به قدری گنده شده. این رو خب حرف آدام اسمیسه. نمیشه به نظر من از این جمله مارکس شما در رابطه با فئودالیسم نتیجه بگیرید که در فئودالیسم نیروهای مولده به جایی میرسن که با این مناسبات نمی گنجه درشون. این صحیح نیست، برای اینکه اصلا نیرو تضاد اصلی در جامعه فئودالی بین مناسبات فئودالی و نیروهای مولده فئودالی نیست، بلکه بین نیروهای مولده سرمایه داری است که در حال رشده و این جامعه فئودالی. یعنی خیلی فرق داره با سرمایه داری. به نظر من از کنسپت مناسبات تولید و نیروهای مولده انقلاب دموکراتیک رو نمیشه نتیجه گرفت. مارکس هم هیچ وقت این کار رو نکرده، هیچ وقت هم همچین نظری نداشته. کسایی که میخوان اینو بگن بعد بیان اثبات کنن که کجا مارکس در رابطه با انقلاب فئودالی این رو به کار برده. یه جنبه سومی هم هست، اونم اینه که اینم بالا فرعی تره و شاید بد نباشه این رو هم بگم، اونم اینه که اصولا انقلابات به اصطلاح دموکراتیک، انقلابات بورژوا دموکراتیک اینجوری نیستش که فقط میتونه در جامعه فئودالی بشه، میتونه در همه اقتصادهای ما قبل سرمایه داری بشه. مارکس تو دوره گروندریسش به این نتیجه میرسه که اصولاً تمام اقتصادهای ما قبل سرمایه‌داری به هم یه شباهتی دارن، اونم اینه که همشون اقتصادهای طبیعی هستند. برده‌داری، وجه تولید آسیایی،
فئودالیسم و اشکال دیگه هم از اینا رو کشف میکنه دیگه، مثلا اسلاویک، فرم مالکیت اسلاویک و جرمنیک و آستکای به اصطلاح آمریکا و همه اینا رو میذاره شامل این اقتصادهای طبیعی، یعنی اقتصادهایی که تولید برای عمدتا برای مصرفه نه برای مبادله. شاید یه بخش کوچیکی از این تولید به مبادله به انجامه، ولی یه بخش کوچیکیه، درصد خیلی ناچیزیه. مارکس میگه در حفره‌های این جامعه روابط کالایی شکل میگیرن، در سوراخ سنبه‌های این جامعه، یه چیز پدیده مهمی نیست. با همه اینا میگه اقتصاد طبیعی، هر کدوم از این اقتصادهای طبیعی میتونن تبدیل بشن به سرمایه‌داری. یعنی انتقال نباید شما اول بری از جامعه پدرسالاری، مالکیت ایلی، بری به وجه تولید آسیایی، بعد بری به بردهداری، بعد بری به فئودالی، بعد بیای به سرمایه داری. نه، از هر کدوم از اینا میشه این انتقال صورت بگیره. اتفاقا توی گروندریسه مارکس سعی میکنه نشون بده کدومشون مساعدترن برای رشد مناسبات کالایی، یعنی بر اساس شکل مالکیت ارضی بررسی میکنه که ببین مثلا تو شکل جرمنیک، شکل اسلاویک، شکل آسیایی کدومشون مناسب تره برای رشد مناسبات کالایی. بر این اساس به اصطلاح این جامعه مساعد تره برای انقلاب دموکراتیک تا اون جامعه، نه بر اساس تضاد بین نیروهای مولد و مناسبات تولیدی. اینم به نظر من یکی از اون سوء برداشتایی است که از این حرف مارکس هست که باید تصحیح بشه. نکته آخریش هم دیگه تموم میکنم، یه برداشت زمخت ماتریالیستی هم از این میشه، یعنی این تضاد بین مناسبات تولیدی و نیروهای مولده هیچ حرفی از سوژه انقلابی توش نیست دیگه. عنصر آگاه چی میشه این وسط؟ تو گویی جامعه، نیروهای مولده به یه جایی میرسن، خود به خود در تضاد میفتن با مناسبات تولیدی، بعد این تضاد افتاده، حالا آدم ها میفهمن، بعد میشه تغییر. یعنی آدم ها اینجا در واقع چی میگن؟ مهره هایی هستن که این مناسبات و این نیروهای مولده دارن میچرخوننشون، خودشون نقشی وسط ندارن. این دقیقا یه نوع تفسیر به صلاح تکاملگرایانه و ماتریالیزم زمخته که در بین الملل دوم مد میشه. درسته که در نظر بگیریم موقعی که ما داریم صحبت از نیروهای مولده میکنیم، نیروهای مولده بخش عمدهش خود نیروی کاره، فقط ماشینالات نیستن. تو گویی مثل که ماشینالات به جایی میرسن که در تضاد قرار میگن، نه، نیروی مولده بخش عمده از نیروی کار انسانی خود انسانها، خود انسانها اینجا در تضاد قرار میگیرن. دو، روابط تولیدی که ما میگیم روابط بین ماشینالات و مواد خام و نیروی کار که نیستش که، روابط اجتماعی، روابط مناسبات تولیدی روابط اجتماعی هن. یعنی اونجا هم انسان ها درش درگیرن. بنابراین عبارتی که اینجا داره مارکس میگه اینی که در واقع انسان ها در تضاد قرار میگیرن با روابط قدرت، چون مناسبات تولیدی چی هن جز مناسبات زور؟ در جامعه طبقاتی مناسبات تولیدی آخر سر مناسبات قهرن، مناسبات زورن، مناسبات قدرتن. این رو داره میگه. منتها این کتاب رو برای انتشار قانونی نوشته، زیاد وارد این بحث ها نشده. یه حرف مثلا میخواسته قانونی تو آلمان چاپ بشه، یه حرف کلی اینطوری زده که مثلا آدام اسمیس هم گفته، در چه کسی نمیتونه بیاد بگه حالا یه انقلاب رو هم آورده وسطش، و این که دقیقا مبارزه طبقاتی به اینجا میکشه، این حرفا رو دیگه نزده، چون حالا اصلا منتشر نمیشد. یه عده میگم از این عدم گفتن مارکس یه همچین سوء برداشتایی رو کردن که حتی میگم حتی امروزه من میبینم خیلی از رفقا تکرار میکنن. خواستم این نکته رو در خاتمه بگم چون فرصت نشد تو بحثم توضیح بیشتری بدم. خیلی ممنون، اتفاقا نکته بسیار مهمیه و در بطن خیلی از سوال ها این هم بود. با تشکر از تراب عزیز، من یادآوری کنم که جلسه بعدی ما چهارشنبه اول نوامبر همین ساعت 6 شروع میشه. کامبیز سخایی سخنران مارکس و آزادی بخش اول،
از سلسله بحث ها درباره شکل گیری اندیشه های مارکس جوان. بخشی از این صحبت لایو برودکاست بود روی فیسبوک. هفته آینده شاید سعی کنیم همش رو بذاریم، چون کسی نمیتونه از فیسبوک قطع کنه بحث ما رو، در نتیجه شاید ضرری نداشته باشه. حتما به نوار صوتی و نوار ضبط شده صحبت امروز مراجعه کنید. لینک ساوند کلاود رو من و رفقای ادمین توی تکست چند بار گذاشتیم و وبسایت و آدرس تماس با اتاق رو، این جلسه ها رو هم برای شما نوشتیم. امیدوارم با این شروعی که امشب داشتیم ادامه بدیم این کار رو و در هفته های آینده به اندازه امشب که اتفاقا بحث بسیار پرمحتوایی بود و سوال های خیلی خوبی شد، نکات مهمی مطرح شد و فکر میکنم به اکثر مطالبی که چه در نوشته و چه در صحبت مطرح شد تراب عزیز جواب داد. امیدوارم هفته آینده شما رو در همین جا ببینم. خیلی ممنون. اگه من